از روز گذشته نواری صوتی در فضای مجازی دست به دست می شود که اگرچه در آن صداها بسیار مبهم هستند و تشخیص هویت افراد حاضر در آن جلسه دشوار است اما به نظر می رسد که سلامی فرمانده سپاه شمخانی و همچنین چند نماینده از بیت علی خامنه ای در این جلسه حاضر هستند ظاهرا زمان این فایل صوتی باز می گردد به پنج ماه پیش و در آن جلسه مقرر می شود که مسئولان به گونه ای محدودیت ها را برای مقابله با بیماری عالمگیر اخیر بردارند که اوج این بیماری و اوج گیری آن در آبان 99 و همزمان با سال روز قیام مردم در آبان 98 باشد. با در نظر گرفتن روندهایی همچون تعطیلی های محرم و افزایش سفرها و همزمان برگزاری مراسم مذهبی و همچنین برگزاری یک جشن بزرگ در شهری مانند مشهد، دقیقا یک هفته پیش که به گفته خود مسئولان وزارت بهداشت همچون کارخانه تولید بیماری عمل کرد تمامی جزئیات این جلسه به واقعیت نزدیک به نظر می رسد. یکی از حاضران در پایان این جلسه حتی می گوید که به این ترتیب ادعی درگیر ازاداری عزیزانشان خواهند بود و ادعی هم از نگرانی بیمار نشدن در اعتراضات شرکت نخواهند کرد. و به این ترتیب با چون این برنامه این نظام را بیمه خواهیم کرد. اگر این جلسه و این فایل صوتی واقعیت داشته باشد باید گفت که چون این برنامه ای از سوی مسئولان رژیم به نوعی شاید یکی از بزرگترین خیانت تاریخ بشری در کشور ما باشد که حکومت در حق مردم خود انجام داده است. از طرف دیگر اسنادی منتشر شده است که نشان می شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از بیم برگزاری سالگرد قیام بزرگ آبان ماه خود را برای قطع شدن مجدد اینترنت در ایران آماده کرده است. بنا به گزارش رسیده جمهوری اسلامی که توان سرکوب گذشته را از دست داده و با نارضایتی گسترده در سطح نیروهایش و به ویژه در سطوح ناجا مواجه شده است، توطئه های تازه ای را جهت جلوگیری از ایجاد انقلاب در نظر گرفته است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر در این مورد شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می کنیم. همانطور که گفته شد رژیم جمهوری اسلامی که توان سرکوب گذشته را از دست داده و با نارضایتی گسترده در سطح نیروهایش مواجه شده است توطعه های تازه ای را جهت جلوگیری از ایجاد انقلاب در نظر گرفته است افشای برنامه های رژیم جمهوری اسلامی به مردم آزادی خواه ایران کمک می کند تا با آمادگی بیشتر سالگرد قیام بزرگ آبان را برگزار کنند بیهوده خواهد بود یا بهتر است بگوییم تحریف تاریخ خواهد بود اگر قیام آبان 98 را یک مقطع یا لحظه گذار و اتفاق رخ داده و تمام شده محسوب کنیم. روزنامه رسالت که خود وابسته به بیت علی خامنه ای است در تاریخ 6 آبان 1399 در مطلبی با عنوان سخنی درباره آبان 98 فتنه ای که در نطفه در آبان 98 خاموش شد می نویسد بخش های از پازل فروپاشی با فرمول های مختلف از سوی دشمنان همواره در حال اجرایی شدن هستند و آبان 98 نیز بخشی از این نقشه بود که با اقتدار جمهوری اسلامی خونسا شد. البته گویا منظور از اقتدار جمهوری اسلامی فرمان سریح خامنهای و حکم او برای پایان دادن به زندگی هزاران تن از جوانان، زنان و دختران ایرانی است. گویا منظور آنها قطع کامل اینترنت حتی قطع شبکه تلفن و بایکوت اخبار قیام است. قیام آبان قیامی بود با پیام سرنگونی و به اذعان همه کارشناسان عواملی که آن قیام را به وجود آوردهاند نه تنها از بین نرفتند بلکه بر شدت و حدت آنها افسوده شده است در این باره تنها به چهار مورد از این عوامل اشاره خواهیم کرد مورد اول اینکه اگر گرانی ناگهانی بنزین توانست پیکره سرکوب شده ی جامعه ایران را بیدار کند اکنون صحبت از گرانی سرسام آور همه اقلام و صحبت از قحطی نان و کمبود آب است تا آنجا که مادری به دلیل قادر نبودن به تأمین آب برای فرزندانش به زندگی خود پایان داد مورد دوم این که گروه ها و جریانات شناخته شده ی خارج از کشور به عنوان کاتالیزورهای قیام ساز و هدایت کننده اکنون به لحاظ کمی و کیفی آماده تر از سال 1398 در میدان حضور دارند یک مثال آن را میتوان پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی عنوان کرد و مثال دیگر آن انواع بیانیه ها و انواع قراردادها از دیگر گروه های سیاسی و شکلگیری شوراهای مختلف گذار عنوان کرد. مورد دیگر اینکه که تعارض بین باندهای داخلی رژیم در مراحل پایانی آنچنان شدت و هدت پیدا کرده است که دیگر حتی اصولگرایان نیز خط خامنه ای و سپاه را درک نمی کند. بسیاری از فعالان سیاسی حتی, حتی حکومتی اکنون از آن نارضایتی می کنند و معتقدند که سپاه در کشور دست به یک کودتا زده و همه جریانات را کنار زده است. مورد دیگر اینکه که نباید تصور کرد که استبداد دینی پس از فاجعه پایان دادن به زندگی بیش از 1500 تن از فرزندان این آب و خاک و پس از تمام تحولاتی که قیام آبان خاص بود در وضعیت قبل از سال 98 قرار بگیرد. تکانه های شدید آن قیام بر پیکره استبداد دینی را میتوان اکنون به شدت مشاهده کرد. و مورد دیگر اینکه که به نسبت آبان 1398 امسال رژیم در اوج انزوای منطقی و بین المللی قرار دارد و به دلیل تحریم ها و خفگی اقتصادی دیگر توان پشتیبانی از نیروهای نیابتیش در منطقه را کیفن از دست داده است. و لذا این نیروها دیگر مانند سابق از رژیم در سرکوب داخلی حمایت نخواهند کرد. به همین دلیل است که در جلسه ای که در ابتدای همین برنامه راجع به آن سخن گفتیم بیان می شود که شرایط جامعه از هر لحاظ بحرانی است فشارهای اقتصادی امان مردم را بریده است و گرانی افسار گسیخته بیکاری و ترس از آینده مبهم و مجهول میلیونها خانوار را آزار می دهد. در همین راستا پاسدار غلام جلالی رئیس پدافند غیر عامل رژیم هم در یک گفتگوی تلویزیونی در تاریخ شش آبان ماه با اشاره به نارضایتی های اجتماعی نسبت به خطر قیام و نقش شبکه های اجتماعی در این رابطه و روندی که به قیام منتهی می شود هشدار داد و گفت که فضای سایبری در لایه های مختلف یک ویژگیش می شود شبکه اجتماعی یک ویژگیش می شود حوزه های اجتماعی که مردم در شبکه های اجتماعی سازماندهی می شود و بستر اینها می شود اقتصاد که در قالب نبرد اقتصادی شکل می گیرد. و بعد اینها را هدایت می کند به سمت سناریوهای امنیتی و آشوب و از این قبیل. و یا در همین راستا فضل قدیانی از شهرهای شناخته شده به عنوان مخالف رژیم که ساکن ایران است با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان نظامی استبدادی گفته است که این حکومت تمام راه های اصلاحی را مسدود و کشور را با بنبست روبرو کرده است او در یادداشتی که روز پنجشنبه هشت آبان در وبسایت کلمه منتشر شده رژیم جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر خوانده و تأکید کرده است که دم از اصلاح زدن جهد بی توفیق و آب در هاون کوبیدن است آقای قدیانی بار دیگر خواستار استعفای علی خامنه ای که به گفته او مستبد امروز ایران است شده و نوشته است که کنار رفتن او و برگزاری رفراندوم تغییر رژیم جمهوری اسلامی و جایگزین شدن نظام جمهوری دموکراتیک سکولار راه حل مشکلات کنونی است در پایان باید گفت که اگر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رژیم دست کم برای رهبر خود صادقانه کار کنند حتما به گوش وی رساندند که در کوچه و خیابان مردم چگونه دشنام و نفرین نصار او و نظام می کنند و شعارهای اعتراضی بر در و دیوار شهرها چگونه گسترش می آبد. در سالگرد سرکوب مردم در اعتراضات آبان 1398، علی خامنه ای و اطرافیانش بهتر از هر کسی می دانند که اگر به زور سرکوب و زندان و احکام ظالمانه نمی بود رژیم جمهوری اسلامی سالها پیش برانداخته و سرنگون شده بود. با همه لاف و گذافها و نمایش اقتدار پوشالی اما یک مسئله برای خامنه ای و سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز به شدت نگران کننده است و آن این است که مردم بار دیگر به خیابانها بیایند. چرا که معتقدند اگر این بار مردم در خیابان ها حاضر شوند دیگر هیچ شانسی برای گذشتن از این بحران برای رژیم وجود ندارد و دیگر باید همگی آماده فرار یا محاکمه باشند و به همین دلیل است که اصلا بعید نیست همانطور که در ابتدای این برنامه گفته شد مقامات رژیم در کمال ناجوان مردی و در نهایت ظلم از ابزار بیماری اخیر به عنوان سپری برای فرار از فروپاشی استفاده کرده باشند. این حقیقتی است که تاریخ دیر یا زود اثبات خواهد کرد و روسیاهی آن تا ابد همچون داغی بر پیشانی خامنه ای و دوستانش خواهد ماند. مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.